فرض کنید تو خونه نشستید و دارید چای میل میکنید. یه دفعه یه چیزی میخوره به شیشه پنجره. میرید که ببینید چی به شیشه پنجره خورده با این صحنه مواجه میشید. بله یه پرنده که انگام پرواز خورده به شیشه پنجره خونه شما. خب اینجا برای این که بدونید که این پرنده زنده است یا نه اولین چیزی که به ذهن شما میرسه این هست که نفس میکشه یا نه. خب چرا نفس کشیدن اینقدر مهمه که شرط زنده بودن رو نفس کشیدن میدونیم؟ توی این فصل ما به اهمیت تنفس میپردازیم. خب تو فصل قبل دیدیم که در نهایت مواد مغذی مثل گلوکوز از طریق خون در دسترس سلول ها قرار می گیره. اما سلول به طور مستقیم از گلوکوز برای تأمین انرژیش استفاده نمی کنه. به همین خاطر واکنشی توی سلول رخ میده که گلوکوز به انرژی نهفته در ATP تبدیل میشه و سلول از این ATP ای برای انجام فعالیت های حیاتیش استفاده میکنه. به این واکنش میگیم واکنش تنفس سلولی یا تنفس یاخته ای. بخش عمده تنفس سلولی در اندامک میتوکندری رخ میده. در تنفس یاخته ای هر گلوکوز با 6 تا اکسیژن وارد واکنش میشه. این واکنش برای اینه که از 38 تا ADP و 38 تا فسفات 38 تا ATP تولید شه. و سلول از این ATP ها برای انجام فعالیت هاش استفاده کنه. پس حالا ما فهمیدیم که چرا نفس میکشیم. برای اینه که اکسیژن وارد بدن شه و گلوکوز بتونه با اکسیژن واکنش بده و ATP تولید شه. و اما چند تا نکته. این واکنش یعنی واکنش سوختن گلوکوز بدون اکسیژن هم انجام میشه که بهش میگن شرایط بیهوازی. مثلا وقتی که ورزش میکنیم و اکسیژن کافی در دسترس سلول های ماهیچه ای نیست و ATP مورد نیاز هست با سوختن هر مولکول گلوکوز به صورت بیهوازی دو تا ATP تولید میشه. پس تولید ATP ناشی از سوختن گلوکوز میتونه بدون حضور اکسیژن هم انجام شه. خب نتیجه این واکنش فقط تولید ATP نیست بلکه 6 تا آب یا هاشتو و 6 تا هم سوادو تولید میشه. مولکول های آب که ضرری برای سلول ندارن. اما اگه CO2 دف نشه با آب واکنش میده و کربونیک اسید یا هاشتو CO3 تولید میشه. کربونیک اسید پهاش محیط رو پایین میاره. یعنی محیط رو اسیدی میکنه. خب اگه یادتون باشه توی فصل قبل گفتیم که بیشتر آنزیم ها و بیشتر این آنزیم های در محیط خونسا حد اکثر فعالیتشون رو دارن یعنی تو پهاش هفت پس اگه محیط فعالیت پروتین های آنزیمی اسیدی باشه ساختار این آنزیم های پروتئینی به هم میریزه و در واقع جایگاه فعالشون تخریب میشه که در این صورت این آنزیما نمیتونن وارد واکنشن و چون اکثر فعالیت های سلول توسط آنزیم ها به انجام میرسه در نتیجه اگه محیط اسیدی باشه بیشتر آنظیم های سلول فرمشون به هم میریزه و بیشتر کارهای سلول هم انجام نمیشه و سلول دیگه قادر به ادامه فعالیت نیست. این مسئله دفع CO2 به قدری مهم هست که کتاب درسی گفته افزایش CO2 حتی خطرناکتر از کاهش اکسیژن هست. چون همونطور که قبلا گفتم در صورت نبودن اکسیژن بازم حداقل دو تا ATP در شرایط بی به ازای هر گلوکوز تولید میشه. پس کم بوده اکسیژن خطرش از افزایش CO2 کمتره. در نتیجه بایستی CO2 هرچه سریعتر از بدن خارج شه. خوب یه شکل توی کتاب درسی اومده که بررسیش میکنیم. طی عمل دم هوا وارد ریه ها میشه. اکسیژن از طریق عمل انتشار وارد رگ خونی شده. و از طریق گلوبول قرمز به سر و سر بدن منتقل میشه. اندام ها اکسیژن رو مصرف میکنن. که در نهایت CO2 تولید میشه. بخشی از CO2 توسط گلوبولهای های قرمز به ریه ها منتقل میشه. و از طریق عمل انتشار CO2 وارد ریه ها شده و در نهایت عمل بازدم CO2 از بدن خارج میشه. خب حالا یه جنبندی از این موضوع داشته باشیم فرض میکنیم که این یکی از سلول های بدنمونه مواد مغذی جذب شده از دستگاه گوارش مثل گلوکوز از راه خون در دسترس سلول قرار میگیره و وارد سلول میشه برای انجام تنفس یاخته و تولید ATP مورد نیاز سلول به اکسیژن هم نیاز داریم که این اکسیژن از طریق عمل دم وارد ششها شده و به وسیله گلوبول های قرمز خون حمل شده و در دسترس سلول قرار میگیره و وارد سلول میشه. خب حالا بر اثر واکنش تنفس یاخته ای co تولید میشه که بیشتر این co ها به وسیله گلوبول های قرمز خون حمل شده و از راه خون به شش ها رفته و پس از تبادل از طریق عمل بازدم از بدن خارج میشن. البته در اثر سوخت و سازهایی که توی سلول رخ میده مواد زائد نیتروژندار هم تولید میشن این مواد از راه خون به کلیه ها رفته توی کلیه ها مواد زائد دفعی از خون جدا شده و از راه ادرار از بدن دفع میشن پس در کل سلول دو تا ورودی داره و دو تا خروجی